در قسمت قبلی با تعریف کلید اصلی آشنا شدید. اما یکی از مسائلی که خیلی مهمه اینه که ما توی دیتابیس ها اکثراً بیش از یک جدول داریم و این جداول با همدیگه در رابطه هستن. در این بخش قصد داریم این روابط رو با همدیگه بررسی بکنیم و در اثر به وجود اومدن اون رابطه یک مفهومی به نام کلید خارجی داریم که اون رو هم براتون توضیح خواهیم. دقت کنید، این همون جدولی هست که به عنوان استیودنت من ایجاد کردم. حال فرض کنید جدول دیگری میخواییم ایجاد بکنیم به نام جدول تقاضاها و میخواییم ببینیم که هر دانشجو چه کتابی رو تقاضا داده. خب اول یک جدول ایجاد میکنم به نام جدول بوکس کتاب ها. یک آیدی باز برای اون میگذارم به همون صورت، چون کتاب ها هم باز یک شاخصه لازم دارن که من اون رو یک فیلد آیدنتیتی قرار میدم. حالا اسم کتاب همین کافی هست دیگه، فیلد های بعدیش رو ما کاری باهاش نداریم، ممکنه خیلی بیشتر باشن. این هم جدول کتاب ها. خب یه جدول دیگه لازم داریم به نام جدول سفارش ها. باز اون هم داره یه آیدی هست. پرایمری کی هم هست. آیتم بعدی استیودنت آیدی هست. دقت کنید در اینجا چرا من از استیودنت آیدی استفاده میکنم. ببینید من توی جدول اوردرز که دارم اونو ایجاد میکنم قرار هست ذخیره بکنم که هر دانشجو چه کتابی رو درخواست کرده. خب اگر که از آیدی ها استفاده نکنم ببینین چه مشکلی برام پیش میاد. هر بار باید اسم و فامیل و جنسیت و شماره شناسنامه دانشجو رو بردارم. اطلاعات کتابم خب قطعا بیشتر هست، اونها رو هم بردارم. ما دو فیلد براش ایجاد کردیم و همه اینها رو ببرم و قرار بدم توی جدول سفارشات. این کار عاقلانه نیست، منو دوچار مشکل میکنه. یکی از مسائلی که پیش میاد پدیده افزونگی هست. پدیده افزونگی به این معنا هست که ما در رکوردهای مختلف اطلاعات یکسانی رو به یک دلیل ذخیره بکنیم. یعنی من به ازای هر سفارش بارها و بارها یک سری اطلاعات در جای مختلف ذخیره بکنم. اگر قرار بود ما با این روش کار نکنیم در از تمام جداول ما بافت جدول ملحقیه به اون رو هم پیدا میکردیم. تمام این رو من باید توی جدول اوردرز هم میذاشتم، ولی اینجا من این کار رو دیگه نمی کنم. از آیدی استفاده میکنم، آیدی دانشجو رو اینجا قرار میدم. ببینید آیدی از نوع یکی هم برای کد کتاب میگیرم. خب جدولم رو ذخیره میکنم، اسم میذارم orders. حالا دقت کنید سه جدول دارم ولی هیچ کدوم اونها دارای پدیده افسونگی نخواهند شد. حالا دقت کنید، اولا که برای اینکه بشه توی جداول اطلاعات داد کافی هست که روش کلیک راست بکنیم و Edit Top رو بگذاریم. حالا من میتونم اطلاعات وارد کنم. در فیلد آیدی نمیتونم چیزی وارد بکنم. در قسمت های بعدی چرا؟ ببینید در فامیلی مثلا محمدی، در جنسیت مذکر، شماره شناسنامه 10 10، بعدی رضا، احمدی، درو، 20 20، بعدی مثلا مهسا، غلامی، فالس، 40 40، کافیه.
حالا دقت کنید، در جدول کتاب ها هم من یک سری وارد بکنم، مثلا سی شارپ. ببینید خود فیلد های آیدنتیتی مقدار میگیرم، SQL داس اوراکل لینوکس ویندوز کافی. خب حالا میخوایم سفارش بدیم، وارد جدول اوردرز میشیم. دقت کنیم، شخصی به نام علی که آیدی اون یک هست، یعنی استیودنت آیدی رو یک قرار میدم. چه کتابی میخواد؟ مثلا سی شارپ رو میخواد، مثلا داس رو میخواد. سه، باز شخصی به نام مثلا مهسا با کد سه چه کتابی میخواد؟ لینوکس رو میخواد. پنج. به این صورت کارم رو انجام میدم، یعنی آیدی های هر فرد رو برمیدارم و ذخیره میکنم. به این صورت پدیده افسونگی رخ نمیده و در اصل من دست به انجام عمل نرمال سازی زدم، یعنی جداول خودم رو از اطلاعات تکراری تخلیه کردم. یکی از مزایای این روش این هست که اگر من شخصی به نام علی رو دارای تغییر نام کردم و اسم اون شخص رو مثلا حمید گذاشتم، هیچ اتفاق نمیفته، چون من آیدیش رو در جدول اوردرز گذاشتم. ولی اگر همه اینها پشت سر همینجا قرار داشت، با تصحیح باید تمام اطلاعات رو در تمام جدولام تصحیح میکردم و این کار اصلا منطقی نیست. یعنی دقت کنید، این کار یک کار کاملا مبتدیگرایانه است که یک نفر اطلاعات رو از این جداول هم باز برداره و درون جدول بعدی قرار بده. تا اونجایی که میتونید از نرمال سازی استفاده بکنید، هرچند نرمال سازی هم در سطوح تخصصی خودش باید شرایط سنجی بشه و در هر حالتی این کار انجام نشه، چون میتونه باعث افت پرفورمنس دیتابیس ما بشه. خب حالا دقت کنید، آیدی در جدول کتاب ها و آیدی در جدول استیودنت کلید خارجی هستند برای اون جدول، یعنی علاوه بر این که کلید اصلی هستند، کلید خارجی هم هستند. چرا؟ چون در یک جدول دیگه مورد استفاده قرار گرفتن. خب به اندازه کافی در مورد مباحث اولیه دیزاین دیتابیس حرف زدیم، هرچند که دیزاین دیتابیس خودش یک علمه، یعنی چیزی که من بتونم در ظرف چند دقیقه یا چند ساعت در موردش به صورت کامل صحبت بکنم اصلا امکان پذیر نیست. ما در اون حد که لازم بود و تا پایان این مجموعه آموزشی باهاش سر و کار داریم، این کار رو انجام دادیم. همونطور که گفتم قسمت‌های زیادی باقی مونده و ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم زمانی بگذاریم برای اینکه در مورد مباحث پایه و دیزاینینگ صحبت بکنیم. از قسمت بعدی وارد معرفی قابلیت‌ها و قابلیت‌های جدید SQL Server 2008 خواهیم شد. دعوتتون می‌کنم بخش بعدی رو با دقت ببینید.